فیلم سرگروهبان با نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1351. داستان راجع به حجت با بازی منوچهر وثوقه که همسرش رو به قتل میرسونه، به خرمشهر میره و به کمک مردی به نام رحمان قصد داره شبونه با قایقی از مرز آبی فرار کنه، اما مأموران اون رو تعقیب میکنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چه میخوای بیمیری گل دارو؟ بیا رحمان جون ولش کن، بس تو عالم خودش باشه، برو به امون خدا. رب بیا. آخ شما. خب دیگه چی کار کنم؟ شیکم و نون میخوام، شیکم من، شیکم تو، زندگی من، زندگی تو، زندگی آدم هزار تا چاله چوله داره، باید یه جوری پرش کرد دیگه. از فردا با سی آدم باشیم پرده لعنتی رو بندازم، اما چه فایده داره؟ تو که میدونی اون وقت چه خبره؟ پس برای چه فرقی میکنه ببینی یا نبینی؟ فیلم سینمایی عروس پابرهنه که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که با فوت اخترالملوک ثروتش به فریده میرسه که 20 سال پیش گم شده. طبق وصیت‌نامه اگه فریده تا یه ماه بعد از مرگ اخترالملوک پیدا نشه، ثروت اون به محسن برادر اخترالملوک میرسه. وکیل خانواده گلنار دختر آوازخونی رو که شباهت زیادی به فریده داره، به جای فریده معرفی میکنه. دختری که بعدها مشخص میشه همون فریده است. بخشی از فیلم عروس پابرهنه رو با هم تماشا میکنیم. اقدس خانم که می‌بینی، اقدس خانم سال‌هاست توی این منزل خدمت میکنه. سمت مدیره این قصر رو داره، تو رو دست این میسپرم که کاملا خودتو با این زندگی اشرافی وقف بدی. ملتفتی یادت باشه، یادت باشه کاملا باید به دستورات و تعلیمات اون گوش بدی. نفهمیدم، خیال میکنی ما از پشت کو اومدیم که به ما دستور بدن؟ دستور بی دستور. نفهمیدم دختر جون، حرف منو گوش کن. ملتفتی تو باید آداب رسوم این محیط رو یاد بگیری دیگه. ما خودمون آداب دونیم لطف علی قندی. به من صاف مرده نگو قندی، قنده با چای میخورنده نگو قندی. بابا تو رو با یه من زردلون نمیشخونه، یه قیق قمیش میبره اتبا نمیشم، به خدا اتبا نمیشم، خدا اون تیک پاره میکنم، از دستتون راحت میکنم، آن میرم زندان. تیک پاره نکن، اینجا کسی تو رو جروب نمیکنه. ببین داداش، ما رو نمیتونی عوض کنی، ما نمیخوایم چیز زیاد بگیری. بمان یاد بده خانم جان، بمان این بلش کن به هوای خودش بچرد، بلش کن. خب قاسم کوری، خب بگو اقدس. اقدس خانوم. خب پیداست که خانوم این دیگه، مرد که نیست، خدا نکرده خانوم چیه تا یه عرص میمیشه از بونم بی خدا علکی. خانوم اینم از همون آداب رسومه که باید یاد بگیری دیگه، گفتن اقدس خانوم که کاری نداره. خب اقدس خانوم خیلی معذرت میخوام، از کجا شروع کنیم؟ بله از حمام. از حمام؟ حمام مگه ما کثیفیم که بریم حمام؟ بابا لبوت کسی که خودت نمیفهمی در حرفی زیره امام زمون همچی میزنم تو ملاجت که داره میشه. تو باید همون بری لباستو عوض کنی، تازه حرف زدن تو صحیح یاد بگیری، تا یه خانومه تمام عیار بشی. اصلا میدونی چیه بابا، ما اهلش نیستیم، ما نیستیم، ما نیستیم، ما نیستیم، بری خمالا یه همه بلم کنی را کسا تو بیاری فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده، راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره. جوون در جریان حادثه ای پول رو به دست میاره، اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون بیمار میشه و ارباب به جستجوی جوونه. بخشهایی از فیلم معجزه رو با هم تماشا میکنیم. What is this? چه نرم و چه گرمه. What is this? اشتها بیای بیای، کامین 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 کامین. I am
بعدی همین اجدها وان اجدها is to my bed. قربون خلبت برم دیگه اینجا ببینم رو تو چرا از من پنهون کردی قربون قد و بالات برم حالا اون ماشره بده ببینم آخه خجالت میکشم واسه چی خجالت میکشی فرشته من اگه بدونی ماشه تو تبله چه لذت داره الهی من فدات شم فدای قد و بالات شم به قربون چشات شم ببینین آقا جون شما مردا بیوفایین خرتون که از پل گذشت دیگه اصلا آدمو نمیشناسین من یه چیزایی ازت میخوام که اول باید اونا رو بهم بدی چی میخوای واسط بخرم انشالله اون درد و بلات بخوره توی کاسه بشقاب بسرم الهی که با قربونت برم بابا جون فیلم سینمایی شاطر عباس که تو سال 1350 ساخته شده راجع به شاطر عباسه که خانواده خوب و زندگی آرومی داره و عاشق دختری به اسم فاطمه میشه. خواستگارای دیگه فاطمه سعی میکنن شاطر رو پیش فاطمه بدنام کنن، اما در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم شاطر عباس رو با هم تماشا میکنیم. معطل شدم، میترسم این به خانمم دعوام کنه. بابا خاک آلو، عوضش از دفعه بد آمده دستور بودن زود رد بندستن. اترم دلو بخواد میتونن اونو بیان در خونه تون. نه، میدونی چیه؟ من دکون نونوایی رو خیلی دوست دارم. خدافز عبدالله خان تا فردا. قربونت برم تا فردا، قربونت برخم. سلام عبدالله خان جان. سختتو بکش، سلامم بی سلام. به مسکنی عادت کرده، عبادت بجا بود. دارم بجا بودم. بگه فاتح خانم تا که خونه مگیر داری نفهمیده همه خونه اونه همه رنگین تره نه جونم چشم عبوش خشنگ تره نفهمیدم چه غلطی کردی راست میگه دیگه آسیاب به نوبته یه هم بگشته و مثل که خانم یه چیزم طلب خواره نمیخواست ایا صدایا بندازیم حالا که اینطوره اصلا نون نداریم بگیر از اونو نون نداریم مثل که تنت میخواه کل گنده برا بگم یکه یا بکن بکن برا سکن بگم یکه یا بکن بگم یکه یا بکن بکن یکه یا بابا سهر ما دفتی سرت زوری آسنه داریم فاتح نون تو گرفتی برو خونه بی خودی شهر درست نکن خودم نوکرت من الان همه تون رو میندازم برو دعا جون عباس آقا کن و الهی صاحب دونه دونه تونه میرسیدم من نمیفهم عباس آقا مگه اینا ایسا میرستن فیلم بدنام که تو سال 1350 ساخته شده از این قراره که توی محل بدری رو به اسم دکتر صدا میکنن و فکر میکنن پرستاره، اما واقعیت اینه که بدری هر شب توی میخونه رقاصی میکنه. بدری با پسری به اسم مرتضی آشنا میشه، عاشق همدیگه میشن و قرار ازدواج میذارن، اما کار بدری و گذشته مرتضی مانع این ازدواجه. بخشایی از فیلم بدنام رو با هم تماشا میکنیم. شیرامو حلالت نمی کنم اگه به این زنی که هیچی نداره نگاه کنی. وای وای دیگه آخر آمی چه هنهی بگیزم بس کن زن بس کن زن تا که بدتر آبرو ریز یالله حاج آقا سلام علیکم خانم بزرگ سلام علیکم سلام حسین آقا دستم به دومنت چه این زنی که بی آبرو رو بیرون میکنی من چی حاج آقا دستور بدن بنده اجرا میکنم اگر دست خودم بود نیم ساعت بیرونش میکردم پس حاج آقا نمیذاره چی میگی زن هر کی باشه بنده خداست بیچاره مریض احواله دو روز خود بنده نعشش رو از این محل میاندازم بیرون بندازش بیرون حسین آقا من به تو میگم همین حالا اگه نره تو این محل من خودم آتیشش میزنم اگه پاتو در اون خونه بذاری قلم پاتو میشکنم اون تو این محل میمونه لا اله چطور یه دونه پسرم از دستم گرفتن دیدی چطور پسرم رو چیز خور کردن الهی خیر نمیزن الهی جنس جیگر بزن
روی منو زمین ننداز. به احترام من ریش سفید که اومدم اینجا، حرفامو قبول کن. ازت خواهش میکنم، من نمیکنم. برو دخترم، یه خونه برات میخرم که بدون دغدغه زندگی کنی. هر چی میخوای بهت میدم، به شرط اینکه به سر من برداری. مرتضی، زندگی منه، عمر منه، خواهش میکنم. Come on, 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 come on,